ما در موضوع برگشت زائرین یکی از پیشبینی ها در موضوع حمل و نقل زائرین به خصوص زائرینی که از مرز زمینی به کشور برمیگردن، خب برای این امر به تعداد کافی اتوبوس پیش بینی شده و تعدادی از زائرین ما هم که با هواپیما برگشت خواهند کرد به همین ترتیب امکانات پروازی به تعداد کافی از کشور عراق به سمت جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده. رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در عراق مستقر شدن که هماهنگی های لازم رو انجام بدن. موضوع بعد موضوع اخذ تست کرونا از زائرینی که وارد کشور میشن که این پیشبینی های لازم توسط وزارت بهداشت و جمعیت هلال احمر پیشبینی شده و قرار شده برای اینکه زائرین عزیز ما ایستایی در مرزها نداشته باشن از نیروهای داوطلب و نیروهای کمکی سازمان جمعیت هلال احمر و نیروهای بسیج استفاده بشه و امکانات قرنطینه‌ای و درمانی هم از شهرهای مرزی به تعداد کافی پیش بینی بشه که انشالله ما بتوانیم زائرین به سرعت تخلیه بشه. موضوع پذیرایی از زائرین در مرزهای زمینی که به صورت در حقیقت زمینی وارد کشور میشه، پذیرایی از زائرین هم در دستور کار قرار گرفته که امکانات لازم و به نسب مناسبی برای این زائرین پیش بینی شده که انشالله بتوانیم به نحو مناسبی از این عزیزان پذیرایی بکنیم. بله آقای محمدی فر، یعنی شما میفرمایید که همینطور که برای رفت آزمایش منفی کرونا لازم هست، برای برگشت هم آزمایش میگیرن و اگر منفی باشه میتونن به کشور برگردن، اگر نباشه قرنطینه میشن زوبار، درسته؟ بله، به صورتی هست که توضیح فرمودین. ما امکانات و تجهیزات تست در مبادی ورودی به کشور پیش بینی شده. امکانات قرنطینه به صورت نگهداری موقت در هنگام ورود به کشور و انتقال به مراکز درمانی پیش بینی شده. بیمارستان‌های شهرهایی که در حقیقت مبادی مرزی ما ورودی‌های کشور هم از مرزهای هوایی و مرزهای زمینی به تعداد کافی پیشبینی و در آماده باش به سر خواهند بود که زائرینی که مشکوک به بیماری کرونا هستند و یا علائمی دارند بتوانند به سرعت به این مراکز منتقل بشه و مورد آزمایش های دقیق تر قرار بگیره. آقای محمدی فر، در مورد قیمت مصوب بلیت هست، بلیت هواپیما برای بازگشت زائران از کشور عراق و همچنین قیمت بلیت اتوبوس از مرز مهران چه میزان تعیین شده؟ بلیت هواپیما همون قیمت هایی هستش که از قبل اعلام شده بود و برابر همون چارچوب قیمت هایی که در نظر گرفته شده بود به همون قیمت ها خواهد بود. اتوبوس ها هم به همین صورت خواهد بود و برابر قیمت های مصوبی هستش که سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای پیش بینی شده و برای اتوبوس ها در نظر گرفته شده و به تعداد کافی هم عوامل نظارتی برای این امر نظارت خواهند کرد.